بیا 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 سنوبر سنوبر بیا 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 اینجا بیا سنوبر بیا 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 فکر کردی سنوبر حساب تو میرسم حالا بگرد تا بگرد سر به آذر خانم خوش اومدی خیلی ممنون ببخشی تو رو خودم من باز دیر کردم و تو این ترافیک شبهت گیر کردم بفرمایی بشینی چرشش داره دگرم فقط این که من تنها نیستم میدونی بیا پتر لدنگش ببخشی خوش اومدی بطول خانم ما اسم شما رو انداختیم ولی چه خوب شد که خودت اومدی آره دیگه شرم سارن حالا قرعه کشی شروع کنیم دیگه بفرمایید الان همه اومدن آره فقط بهجت خانم نیومد گفت نمیام رفت قرصاشو بخور نه مادر جان نه الان دیگه نمیخواد بیای میخوایم قرعه کشی رو شروع کنیم پروین خانم و ملوک خانم هنوز نیومدن ها دو نفر نیومدن خب یه زنگ بزنیم ببینین کجا میان نمیان نیومدن هنوز خب بودو دیگه قربونت بودو ماجا خیلی خوب منتظرت کجایی بابا؟ کوشی سنوبر کجایی؟ بابا بیچاره شدم سنوبر کجا رفتی؟ سنوبر بیا 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 سنوبر جون بیا سنوبر کجا رفت صابونه یا الله سنوبر سنوبر بیا عزیزم بیا فردا چه آقای فتی جانم سلام علیکم سلام علیکم از شما بعیده در مورد شما حرفای زیادی شنیده بودم ولی این یکیشو ندیده بودم کدوم یکی لاستیک دست چیکار میکنه
ای بابا اینو میگی؟ او من اینو برداشتم کفترمو بگیرم رفته بود اینجا. از شما بعیده داری به همسایه تو تهمت میزنی. نو کرده؟ بفرما. ببخشید آه. خیلی عذر میخوام. یه ماه پیش صندوق عقب ماشینمو باز کردن زاپاسمو بردن. شما هم باشی همچین فکر میکنی. نفهمیدم. زاپاس شما رو بردن اون وقت بنده الان باید بیام جواب شما رو بدم؟ ببخشید جواب اینو میتونید بدید که من نمیتونم تو عیال لباسامو پهن کنم. به جونت اگه من به این لباسو دست زده باشم دستم بشکنه قد بشه. بی ادبی نباشه ولی کفتری شما خیلی علاقه دارن که رو لباسای ما بی ادبی کنن. خب بابا اینو زودتر بگو. فردا اول وقت برج مراقبت میگم مسیر پروازی کلش عوض کنه. خوبه؟ حل راضی هستی؟ قربونت برم. خدا دست این سلام داماد ما شد بختش بلند. چی بود بختش؟ بلند آقا داوود بیا برو چهارتا میوه بشو بذار جلو مهمونه زشته. برو برو حرفشی گوش کن امیرعلی بابا جمع. مشغول شو مشغول شو اونو بذار کنار. باریکلا بابا، ای قربون قدش. آها، موکه از زیر بزن. حرفاشون تمام نشدن اون؟ نه بابا، این عباس آقا ولم نمیکنه که هی میگه پولمو بدین، پولمو بدین. ما خودمون کم گرفتاری داشتیم، میرم پیداش شد. بده، بده به عمو رضا بابا استراحت. هم بزن، هم بزن. خود تقصیر خودته دیگه. برای چی رفتی عمر خبر کردی؟ همشون که نیومدن. من عمدن گفتم بیان. آقا نصرت میتونست کمک کنه، نکرد. بچه‌م چه کمکی میتونست بکنه، نکرد. مؤسسه رو نمیتونست. قرعه کشیه که میتونست. بهش گفتم آقا این ماه که گذشت ماه دیگه قرعه کشی، به خانومت بگو یه کاری بکنه این قرعه بیفته به اسم زن من. من دستم به دهنم میرسه آقا عوض، ولی میخوام این پولو بگیرم بذارم رو پول پیش بدم به زینت خانوم، دیگه کرایه ندم. تو خیلی بیخود کردی این کار، یعنی تقلب، یعنی پارتی بازی. چه پارتی بازی آقا عوض؟ میدونی مثل چیه؟ میخواستی لقمه رو مثلا اینجوری بخوری بردی چرخوندی چرخوندی از این آخ اینه؟ آره آخ نه میگم منظور این که اینو چرخوندی داره دهنت، باید میرفتی سراغ آدم اصلی. چی کار میکردم؟ هم بزن. میرفتم به خود نصرت خانوم میگفتم؟ اون که بدتره، بعد میومدی سراغ خودم برات حلش میکردم. سراغ شما؟ حلش میکنم. چجوری حلش میکنم؟ آقا میگم حلش میکنم، اگه حل کردم چی؟ ها؟ من یه عمر ممنونت میشم. من خودم میرم با همسایه‌ها تشریک مسایی میکنم، به اونا توضیح میدم، میگم آقا هر کس قرعه کشی رو برنده شد آقا رضای ما گرفتار این ما بدم به آقا رضا. نمیده آقا، من خودم چند بار گفتم اولاد منن رو حرف من اعتبار میکنم. اعتبار میکنی یا نه؟ بله آقا اعتبار. بله خب تو هم به جاش 500 تومن میدم این ما به من، دیگه منم یه خورده گرفتاری دارم. هم بزن هم بزن. قرض دیگه آقا بس. قرضیه قرض. امیرعلی بابا بیا. آقا عوض شما این کارو بکن. وقتی من خودم برنده شدم بهت پس میدم. شما این کارو بکن. من بابا تو یه تو. کسی خونه زهره خانم اینا به هم خوله دارم میرم خونه سوری خانم. داوود کو؟ داوود داره میوه میشوره ببر جلوی اینا. خیلی خوب. چیو به هم خورده؟ بیا عقب مادر میسوزی. کجا میری مامان؟ میخوام برم خونه سوری خانم اینا. منم میام با کفتر بازی کنم. شما یکی رو پیدا کن سهمتو بخره، وگرنه ما کجا بیاریم دم عیدی الان این پولو به شما بدیم. یکی رو پیدا کن یعنی چی آقا نصرت؟ زن من 20 میلیون برنده شده، اسمش در اومده، بدی من برم. کی دیده برنده شده؟ کی گفته؟ زن من گفته، یعنی زن من دروغ میگه؟ من یه همچه حرفی زدم؟ خب معنی حرفت همینه، وقتی زن من اونجا بوده اسمش در اومده شما اینو میگی، یعنی زن داره دروغ میگه. ماها جان اون جلسه قرعه کشی طبق اساسنامه به دلیل اتفاق غیر مترقبه باطل اعلام شده، قانون عطف به ما سبق نمی شود. بله اینه آقا. خونه شما ترکیده، مشکل شما بوده، تقصیر منه. باشه خونه ما بوده ترکیده، یه اتفاق افتاده. الان شما مطمئن باش اگه حق بزنت باشه دوباره اسمش در میاد. ببین آقا نصرت، شما و آقا عوض 20 ماه پیش 20 میلیون برنده شدین، نفسون داره از جای گرم در میاد. نمیفهمی من چی میگم؟ بابا ما همش 2 میلیون خرج عملمون. نصرت تکلیف 18 میلیون روشن کن جلو همه. درست میگی شما خودت ناراحت، شما درست میگی. ما هم یه بار شانس در خونمون رو زد. شانس میگی چیکار کنم؟ حالا کجا معلومه شانس بوده و تقلب نبوده؟ چی؟ باز دوباره عروس من این داره تو داره. من آروم باش، چشم مؤسسه رو حلش میکنم، آروم باش پدر من. بابا من خودم بالا سر قرعه کشی بودم، نظارت کامل داشتیم. دیگه بدتر، و
وقتی میگم بعضی از آقایون به اسم خانوماشون تو قرعه کشی شرکت میکنن همینو میگم. عباس آقا جان اون ماه اول بود، ماه اول نظارت کردیم تا قرعه کشی راه بیفته. آقا من این حرفا حالیم نیست، 20 میلیون زن من برنده شده، یا 20 میلیونمو بدین یا 8 تومن پول خودمو بزنین رو کرسی وردارم برم پیزندگی. باز میگه، باز میگه. بابا من پول لازم دارم، میفهمین پول لازم دارم. بسیار خوب باشه، خودتون ناراحت نکن. ما هممون میدونیم که شما گرفتاری، بالاخره با شریکت بحثت شده، از محل کارت اومدی بیرون، الان شبا رو مسافر کشی میکنی با دست گرد، دست گرد. شما اینا رو کجا میدونی؟ خب همینو میگم دیگه، وقتی میگم این جلسات ماهونه شده لانه جاسوسی همینو میگم. لانه جاسوسی چیه عزیز؟ لانه جاسوسیه دیگه. الان من خود من از کجا میدونم آقای بزازی که تو زندگی خودش مونده میخواد یه زن دیگه بگیره؟ از کجا میدونم؟ حالا چرا بین این همه جمع منو داری مثال میزنی؟ حالا اصلا شما هیچی، همین آقای جعفری یه عمره میگه من مشکل قلبی دارم. من از کجا فهمیدم که مشکلش قلبی نیست و ربط داره به جای دیگه؟ پروستات، پروستات. پدر من. عباس آقا مجبور بودی تو این جمع الان منو مثال بزنی؟ چرا آقا رضا رو نمیگی که زن ذلیله؟ آقا رضا رو چی کار داری؟ آقا من زنمو دوست دارم، بهش احترام میذارم، حالا هر کی هر فکری میخواد بکنه بکنه. میخندی؟ تو خودت داری با دوا و دکتر بابا میشی. من دارم با دوا و دکتر بابا میشم. چه آقایون ما همه این چیزا رو از زنامون فهمیدیم، مثلا همین خود آقا عوض. بابا جان حالا آقا عوض اعصاب نداره نمیشه گفت. آقا فتحی، آقا فتحی رو که میتونیم بگیم، این بنده خدا هنوز فکر میکنه قرعه کشی سر 5 تومنه نه 20 تومن. چرا؟ چون جنبه نداره، زنش میترسه دوباره برگرده سراغ مواد. عباس آقا شما که خودت با این خال زنک بازی و مخالفی، خودت که بدتری پته عمر ریختی رو آب. بابا چیکار؟ بله چشم چشم مؤسسه هم چشم، بذار قرعه کشی حلش کنن. اصلا اگه شما شک دارین آقا خودتون بیاین وایسین بالا سر قرعه کشی. آقا چرا این کارو کنیم؟ چرا قرعه کشی رو خود ما آقایون برگزار نکنیم؟ من موافقم. اینو بگیر، اینو بگیر. تو کجای قرعه کشی هستی که موافقی؟ من پای قرعه کشیم. من همونم که یه روز در راستای جمع‌آوری اقساط قرعه کشی مردم و حفظ و حراست آن در برابر اشرار و مقاومت من نذاشتم قرعه کشی متوقف بشه. حالا دو کلمه نمیتونم حرف بزنم. چشم بابا، چشم. پول مؤسسه الان بس قرعه کشی. آقا جان من این ماه که دیگه عباس آقا داره تمام میشه، ایشالله از ماه بعد چشم. چرا ماه بعد آقا نصرت؟ همه یعنی یه تماس بگیریم بگین دست نگردنن، سه نفر از ماها به عنوان ناظر بلنشیم بریم بالا سرشون ببینیم چی کار میکنن. خراب میشه. بیا برو، بیا تا سر کوچه بده، برو ببین داوودو پیدا میکنی یا نه. کجا؟ برو برو تا سر کوچه برو. به به، سلام علیکم. سلام. خواهش میکنم بفرمایید، قربون قدمتون، خوش اومدین، بفرمایید. تو چرا اینجا وایسادی؟ من نصرت خانم گفتم جهانگیر زنگ زد یه چیزی راجع به قرعه کشی گفت. الان هرچی میگیرمش جواب نمیده. ببخشی عزیز دلم، قرعه کشی زنان است. مردا رو دخالت ندی بهتره قربونه برم. برو تو. برو تو خود. ای سلام قربونت برم من. ای قربونه قدت برم. جون دارم نه مادر جون بود بود. بابا این پروژه تلس شده رو تمومش کنین، دورتون بگردم من کلی کار دارم آخه. سلام. خیلی خوب خانم ما دیگه فکر کنم همه اومدن، میخوایم قرعه کشی رو انجام بدیم. کی قرعه رو برمیداره؟ من. قرعه کشی جای مردا نیست، چون به سوری خانم زحمت دادیم قرعه رو دخترش برون داره. پرستو جان، پرستو ماما، پرستو دفتر رو بازی کن. خیلی خوب برو موازی به پشت بوم باش. باز نکنینا بابا. بابا 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 پرستو
خیانت میکنن. کی؟ همه. بچه خاله جان بیایی تو فرنگی شدزم. پرستو خانم زنم بیا دخترم بیا عزیزم بردار بیا بیا تو باید قره رو برداری من؟ آره عزیزم بیا دیگه عزیزم من بیا قربونه دیرم برو بیا سارو بیا عزیزم بسم الله بگو قشنگ همش بزن یه دونشه بردار قشنگ از اون زیرا هم بزن قشنگ هم بزن دست تو آذر خانم خب بسته دیگه بسته چقدر هم بزنه قربونه دارم دورت میکردم کافیه بردار خودش نیست اما شانسش هست ببینید خانوما بهجت خانوم مبارکشون باشه مبارکش باشه پشت این زنگش بزن سوری خانم من؟ آره دیگه باشه باشه بعد زنگ میزنم خانم ها برای سلامتی خودتون یه صلوات ختم کنید اللهم صل على محمد و آل محمد خیلی خب من دیگه با اجازهتون باید برم نه دیگه من کلاس دارم بله کلاس دارم دیرم هم شده خیلی کار دارم با اجازهتون ممنون خدافظ شما خدافظ دورتون بگردم خانوما ببخشید خسته شدید اما انشالله دفعه دیگه به اسم شما هادر انشالله که مبارکش باشه کجا رفتی بابا بس بختمون کرده سلام علیکم آقا سنوبر رو ندیدین شما سنوبر چیه ای بابا چند سال شما تو محل دارین زندگی می سنوبر نمیشه کف درمون میگن نه والا بابا ببینیم بابا جدی کردی آخه تو اینو برمیداری میبری نمیگی بگیرن آقا ای بگیرن ما چه خاکی تو سر خونه هم خودت بدبخت میکنی هم ما رو بیچاره ای داوود مگه با چنگم نیفت چی شد پیداش نکردی نیست همه جا رو گشتم نیست که نیست خیلی خوب برو تو دیک تا نگیره برو هم بزن مگه آماده نشدی؟ چرا آخراشه برو من ببینم این نمیاد ای دا این چه اینجوری نشست آقا قز آقا آقا فرزانه یه سر دیگه آره دا برسی بار بزن ببر آماده است آقا عوض چی شد؟ آقا عوض یه کفتره اینجا بود افتاد نمیدونم یه چیزی هم افتاد این تو نه طور نیست تمیزه آقا عوض نجس مجس نشه نه بابا داغ عمر چی باشه میکروبار میکشه میره بزن از زیر بزن از زیر محکم باشه من دستم قوت نداری بزن تو ببخشید من عوض میخوام ببخشید حالا که این قره کشی رو انداختید گردن من همه خواستم این خواهشی ازت بکنم عمر این دستگاه پوز ما خوب کار نمیکنه قطع و وصل میشه بعد خانومم رفته بانک حساب جدید برام باز کرده یه پوز جدید دارم به ما میدن الان حتما اجاره نامچه و جواز کسب و این حرفا میخوایدی؟ نه جواز کسب که جواز گرمابه آقا جون به نام خودمه فقط همون اجاره نامچه رو اگر جون به آقا نصرت حالا برای کی میخوای؟ شما امروز برسونی فردا پوز رسیده دستمون دیگه پوز کشی را میافته رو چشم امری دیگه خیلی لطف کردی یا. خیلی لطف کردی ممنونم عباس آقا سنوبر
آقا فتی چی شده؟ تو آسمونا تجسس میکنی؟ یعنی چی نیستش؟ خب نمیدونم. بالاخره پیرزنه، حالا تو دوباره زنگ بزن. آلزایمر داره، شاید قرص خورده. نصف خانم، نصف خانم. کی برنده شد؟ بجد خانم. آها، بجد خانم. باشه باشه. خدا بدشام. برم، بهت زنگ میزنم. باشه، خداحافظ. جانم چی گفت؟ جان سلامت. فهمه جوابم داد. آ، خیلی خوب. ببینیم. میگم یادت نره. عادت ولو. چاش، با کشمش خوبه. مادر، اینو بده به من. آخه اینو می‌ذاری میشه. هی مثل رو روک میری میای. دنبال چیزی می‌گردی؟ بابا چه کار داری زینان خانم گیر دادی؟ من زنوبرم. ببخشید من با حکم انسانیت پرسیدم، وگرنه من عالم فضولی نیستم. زنوبر. با منه، با منه. گل سنبولم سیف کردی. با اجازه ببخشید. بریم آقا رفع زحمت کنیم. حالا آقا نصرت، من میگم باز شما احاطت بیشتره به نمایندگی از همه با رئیس شعبه یه صحبت. شما خیالت راحت. بله بفرمایید، بفرمایید. این آنفلانزام بعد گفتی آقا نصرت، یک تو مراقب خودت باش، بعد تعارف نکن کاری چیزی داشتی، اس ام اس بدی سسپوت خودمو میرسون. راست شما درد نکن، خیر شما به ما رسیده. نه بابا چه خیری. آها اگه منظورت این پاس نه برادر من، شما چرا یه نفری عذاب وجدان بگیری؟ یه محل باید عذاب وجدان بگیری. بعدش هم لینک در راه رفیقان بود، بار گران است کشیدن. خدا حافظ. بریم که بابا بچه‌ها دست گل بردارن. خدا حافظ. این دیگه آماده خوردنه. خب میخوای بدم بخوری بکشم؟ بردم از این باغ بریم میرسه. خب چی میگی هر دفعه؟ نمیذاری آدم حرفشو بزنه وسط حرف آدم ور میداری آقا وز مثل که ما رفتنی شدیم سر قولت هستی دیگه آقا بابا همین یه ساعت پیش با هم صحبت کردیم قولو قرار گذاشتیم قرار نشد هنوز تازه قوره کشی افتاده دست ما سوء استفاده رو شروع کنیم اگر کسی برنده شد لازم نداشت شد سرشو بذار آقا وز من باید این خونه رو خالی کنم آقا وز نگران نباش من خودم با زینت خانم صحبت میکنم چی میگی به زینت خانم بابا خدافظ 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 چشت به گوشی باشه آقا جان زنده باش الهی فداشم خودت بیا یه اسمس رو توضیح بده من اومدم آقا وز تو رو نگران نباش برو بابا بابا خیلی ردیفش کن توکلت به خدا باش چی میگی هیچی بابا التماس داده تو چرا برای این مؤسسه صحبت نمی کنی پول این بدبخت رو بدم من چند بار بگم شما که میدونی من با صاحب مؤسسه دعوام شده حسابم ورداشتم خالی کردم گذاشتم بورس بزنم گفتی پولاتو گذاشتی بورس الان وقت گیر آوردی آقا جون خب بابا جان بورس شاخصش کشیده بالا در هر سطحی تو چی خریدی که کشیده پایین آقا شده چرا داد میزنی فراورده خریدم فراوردم فسش افتاده چیکار کنم بله دیگه وقتی که با بابا تشریک مسایی نمی کنی هم میشه بابا بفرمی مشکل هممونه دیگه سلامت آقا قربان شما مشرف خیلی خوش آمد مشرف شما تو شادیاتون جبران کنید آقای بزرزی آقای بزرزی خواهش بود خدا بفرمایید نصرت خانم خوش بود سلام علیکم کی برنده شد بجد خانم نصرت خانم من جدا شرمندم بتون ما گفت احسان در اومده وام نمیدن منم قاطی کردم مسئله که دیگه حل شد در صورت شرمندم بازم شرمندم خدا حفظ شما برای عیدم اگه فرشی چیزی خواستین درسته با شریکم حرفم شده وگرنه همه جوری در خدمتم بله بله قربان شما خدا مسئله مهمتر از فرشم بریم سلام بابا جان چی بابا پس بابام کجاست خود کجا بودی رفته بودم با کفتر بازی کنم ولی خب دیگه بچه که بره سراغ کفتر بازی باباش هم میره بیرون هر جا دلش خواست بیا باشو ببینم سلام بابا اینا اینجا چی میخواستن؟ از من میپرسی؟ معلوم نیست تو این قرعه کشیاتون چه کار میکنی صدای همه رو در آوردی همه منظورت عباس آقاست دیگه از عباس آقا شروع شد به همه سرایت کرد بله حالا دیگه میگن باید قرعه کشی از این به بعد دست ما باشه مگه دست اوناست؟ نه دست ماست قبول نکردی؟ چی کار میکردن؟ قبول کردی؟ ما میگم چی کار میکردن؟ سلام بابا آقا جون شما بگو عباس آقا چی میگفت؟ خیر چیز میگفت من نگو به هشتومنمون باید بدیم از کجا باید میابردیم هشتومنشون شما میخواستی بدی یا من نداریم نه نداریم بعدم این همه نقونوق بشنوی برای چی دمه عید این وضع خونمونه اینم وضع خون بابا این زنا به من اعتماد کردن پولشون رو دست هر کسی نمیدن که زنا پولشون از کجا میارن شوهرشون در میارن یه بارم شوهراشون برگزار کنن چه بهونه الکی میارن زنا راضی نمیشن که شوهراشون برای چی راضی نمیشن اتفاقا اگه اینجوری خودم باشون حرف میزنم اصلا برای هر قرعه کشی نمایندهشون رو بفرستن
زن و مردش هم فرق نمیکنه. اصلا خانوادگی برگزار کنه. اونا که حرف تو رو گوش نمیکنن. چرا چی گوش نکنن؟ چرا گوش نکنن؟ اتفاقا همه آقایون اصرار داشتن که من قرعه کشی بگیرم دستم حساب کتابشو. این از اول بگو. پخامت کردن. تو رو کشیدن طرف خودشون. طرف کدومه این طرف اون طرف مگه داره؟ من بهشون گفتم، گفتم آقا هر چی هم بدین دست من حساب کتابو میدم دست نصرت خانم، دست خودم نمیگیرم. اصلا لازم نکرده، نمیخوام. ای بابا. بیا. نصرت. بیا. بیا. جون نصرت. اینم کجا گذاشتم؟ بیا. اینم همه صورت حسابا. هر کی قسط داد و هر کی قسط نداده. راستی به جد خانوم برنده شده. خب 20 تومن بعد بهش بدیم. 11 تومن داده 9 تومن میمونه. ببینم تو اصلا عهدش برمیای. مسئولیت با خودت. نصرت یه جوری رفتار کرد که انگار تا الان کی قسطا رو جمع میکرده. بابا آقا جون راست میگه؟ داوود معتاد نیست؟ آره راست میگه، معتاد نیست، ولی با این بیکاری و بیاری بعید نیست معتادم بشه. پس اون زهرماری برای کی بود؟ آقا فتحی درست آبروریزی کنی؟ من با آقا جونم گفتم آبروداری کنه. فقط آبروی اون آبروه؟ دیشب که هممون داشتیم گناه داوودو میشستیم، نمیتونست یه کلمه بگه مال ملماره اون بدبخت بیچاره نیست؟ هزار داشتی چی بگه؟ چی میتونست بگه بنده خدا؟ اونم بعد این همه وقت که آبروداری کرده کسی نفهمه تو محل چی کاره. شما حال داوودو ندیدی؟ چرا دیدم، تقصیر خودشه دیگه، آدم عاقل دست میکنه تو جیب مردم. حالشو دیدی دیشب؟ مقصر شوهر خودته دیگه. سلام علیکم آقا فتحی. الله سلام آقا، حالت خوبه؟ حال بهتره؟ سلام آقا نوشته. الحمدلله خدا رو شکر، خدا عمرت رو بده. خوبی رو برای دیگه. ای بابا ما دزیت نمی کنیم دیگه. نه خوبه خوبه، زنده باشه بابا. پا تو بردار. برای چی بچه رو میزنی آقا فتحی؟ چه دست رو بچه من بلند میکنی؟ با باباش مشکل داری برای چی بچه‌شو می‌زنی؟ این بچه اگه باباش تو این خونه نیست، پدر بزرگش که هست، برای چی بچه رو می‌زنی؟ آقا فتحی برای چی دست رو بچه من بلند کردی؟ نه بابا جان. بابا 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 برو تو بابا، برو تو خلق تنگ امروز بابا. آقا فتحی شما هم نباید رو بچه دست بلند کنی دیگه. چشم آقا ببر. کار داری حالا آقا؟ این سنوبر ما اینجا نیومده. سنوبر؟ سنوبر کیه؟ سنوبر نمیشناس اینا دام محل میشناسن. کفترم. آه کفترت اینجا چیکار میکنه؟ والا امروز حالش خوش نیست، یه خورده ملنگ فکر کنم اومده پشت بونشم. من بایزه یه دو که پا برم بالا نگاه کنم برگه. پشت بوم ما؟ با این پا؟ پام چیزیش دیدونه. من میذارم تو نردبون بری بالا. من تبیم برو بالا در واکن بگذار. آقا بیا اینو من. نه آقا جان نه چیزش نه. آقا اگه من طبیبتم میگم نمیتونی با این پا بری رو نردبون دیگه. هنوز نمیتونی. به به فرزانه جون، فرزانه جون ارادت دارم. آقای فتحی همسایه ما هستن. سلامت باشی. سلامت باشی. خوش آمدی بسرم. پاتون رو پای بنده است، لطفا بردارم. متشکرم ازت. امیر علی جان رعایت کن بابا. آقا با اجازه شما. برو به سلامت. برو به سلامت. ان شاءالله کفتر پیدا بشه. از شما. سمنو آماده است؟ آماده است. بله ببین چه سمنویی هم شده. به 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 به. به به به. دست گلت درد نکنه. عالی. فرد ببین. امیر علی بابا. در نگه دار. درو برو باز کن. یا الله. پیف. گند میاد. خیلی بوی بدی میاد. اصلا بود لاش مردت حالمو به هم زد. میخوای شما دست زن و بچه تو بگیر برید اذیت نشی. بار بابا تو هم تا ما دهنمونو باز میکنیم سری راه رفتن نشونمون میدی. مرجان تو چه داری و این وضعیت کار میکنی؟ مگه نمیبینی سونامی اومده؟ هم چای اینجا گرفته هم چای اون ور. کار شماست؟ سلام. زنگ زدم لوله کشه گفت باید صبر کنیم. بده خودم زنگ میزنم. نه میگه اکثر خونه های محل همینطوری شده، باید صبر کنیم دیگه. بیا خجالت بکش، الکی انداختی گردن بچهای من. بالاخره یه علتی داره یا نه؟ ببین چه گندی زدن کل محلو برداشته. این طفلیا چه ربطی داره؟ آقا من لوله 15 سال وای میسم ببین اتفاقی برام میفته. چرا هر چی میشه یا پای تو وسطه یا پای بچه‌هات؟ مگه تو چیکار کردی جانگیر؟ چیکار کردم؟ دیوونه است، همینجوری به خودش داره میگه لوله.
الکی همه چیزی گنده میکنه. من یا تو که هر چی میشه پاتو میکنی تو چشم مردم، مردمی که پوی پلاتین تو دادن. بابا من اگه از این پا حرف میزنم به خاطر اینکه برای خودشون لنگ شده. میشه بس کنین. چرا بس کنیم آبجی؟ چطور موقعی که من دنبال قسطا میدویدم آقا جان از درتون نمیافتاد. حالا که میخوام دو کلمه حرف حساب بزنم میشه بس کنیم؟ وظیفت بوده پولشو میگرفتی چرا منت میذاری؟ بابا یه نگاه به این پا بنداز. تو مش که حالت نیست مرد حسابی. من میتونستم در راستای جمع‌آوری اقساط قره‌کشی مردم و حفظ و حراست آن در مقابل اشرار و مقاومت خودم هیچ کاری انجام ندادم، ولی هیچ کاری انجام دادم. چیکار کردی؟ تو که پولا رو دو دستی تقدیمشون کردی. خیالت نمیکشه تو روی من با این حرفا میزنی؟ کجا بودی اون موقعی که اون کیف قاپا دست منو 16 بار کوبیدن به لبه پله تا دستمو گشیدن پول ورداشتن رفتن؟ بچه 27 پله من فرد کردم پای پاپ خورد و خمیر شد. چی نمیگی؟ چرا بهش نمیگی؟ چی بگم؟ چرا نمیگی من شبا چطوری درد میکشم نمیتونم بخوابم؟ میدونی دکتر بهم چی گفته؟ خواهم من بدونم. خواه چی؟ برای که به نفعت نیست. دکتر به چی گفته؟ ها؟ بچه ها بیان بابا بیان بریم اون بر آفره بیان بریم اونجا برو دخترم ببرشون اون بر با هم دیگه بازی کن. دکتر میگه این دوباره باید عمل بشه وگرنه عفونت میزنه جای دیگه. بچه من یه چی نگفتی؟ ریختم تو خودم دیگه چیکار کنم بریزم سر بقیه که چی بشه؟ خودت بذار جای من. یه دقیقه بیا تو اتاق. کی رفتی دکتر؟ دکتر من نرفتم. یعنی چی؟ دروغ گفتم. چی آقا؟ الان دقیقا تو مغزت چی میگذره؟ دقیقا چی با من خودم نمیفهم چی داره تو کلم میگذره. تو گفتی یه فکری با حال طلبکارا بکنم دارم زورم میزنم دیگه چی کار؟ تو گفتی پا میشیم بریم خونه عادل. عادل یه حساب پسنداز داره بلا استفاده افتاده. گفتی دلش به رحم میاد یه پولی به ما قرض میده. چی شد؟ نه بابا یعنی چی؟ نه داره بابا اونم هم پولی که داشته ریخته توی مؤسسه اعتباری اونم برشکست شده وضعش الان ما بدتره. دروغ میگی؟ من به هرکی دروغ بگم به تو که دروغ نمیگم عزیزم. ای وای والا ما هیچی. این دختر فرد پس فرد زایمانشه. از کجا میخوام پول بیمارستان رو بیارم؟ ولی با میگم بیا ما هم بریم یه وقت عادل از من چیزی بخواد من نمیتونم بهش نبگم. خب عادل از توی آسوپاس چی میتونه بخواد؟ یه جوری حرف میزنه انگار یه حساب داره پر اسکناس. همه چی پول نیست خانم. همه چی چیه؟ هیچی. بریم باز میتونی با مامان صحبت کنی بلکه خرشتون بیاد پایین بریم بشینیم همونجا. نه بابا تو که شاهدی. مگه من 100 دفعه باش حرف نزدم؟ نشد دیگه. راست میگی. من چم با حال و زار مرجان کجا باشم بیام؟ من اینو تنها نمیذارم. بس به منم حق بده دیگه این کارا رو میکنم. نگرانم دیگه چه خاکی به سرم بریزم. بابا این همش دوست داره پیاز داغش رو زیاد کنه دیگه قشن معلومه. خاله چه کجا؟ میخوام برم تو اتاق نقاشی کنم حوصلم سر رفته. نقاشی تو اتاق نمیخواد برو یه کار دیگه بکن. ها کار دیگه ای بلد نیستم. بلد بیا من بگم امو برو دوباره سر جاتون وایسید. این دفعه علاوه بر نگاه کردن روبرو زبونتونم بچسبونه به دماغتون. میگم اگه راست بگه چی؟ بابا فیلمشه معلومه که خانومم. چه فیلمی؟ یه ریال تو پول خواست؟ بله. حالا قرعه کشی این ماه چی شد؟ قرعه کشی این ماه ما چرا انقدر برای تو اهمیت داره؟ به خاطر بگم بگم میدونی چرا جهانگیر ازم پول نمیخواد؟ از کجا بدونم؟ به خاطر اینکه آقا بو برده که اون مؤسسه که من توش پول داشتم فعلا گیره. یعنی چی گیره؟ ببین من نمیخوام این بچه تو بحران به دنیا بیاد به خاطر همه بهت نگفتم. فقط میخواستم این جهانگیر رو بشناسی. میگم یعنی چی گیره؟ یعنی اینکه پول هست نمیتونیم فعلا بهش دست بزنیم. همین. یعنی چی پول هست حالا نمیتونیم بهش دست بزنیم؟ اینکه خب پولمون سر جاشه کسی دست نزده بلی نمیتونیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. زنگ زده بودیم برای فاضلاب اومده. آه فاضلاب الان درو میزنم بهت. مشکل چیه؟ خودتون فرمودین فاضلاب. اون که مشکل کل محله. اون از سر اتصالات گرفته. نمیدونم چی فش فشه و ترقه رو ریخته تو لوله فاضلاب. ای بابا حالا من چیکار کنم؟
هیچی دیگه، سلام برسون. سلام علیکم، حال شما خوبی؟ سراغ، 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 بایستا. خسته نباشی، من داشتم اتفاقا میومدم دم خونت قصه این ماه و ماه قبلی رو بدهکاریم. بله اینها، مریم خانم. الان شما منو به خاطر این نگه داشتیم. سلام علیکم. نه برای کلا کاسکت نگه داشتم جریمت کنم. آره دیگه باید قصه تو بدی. بل کنم آن نصد چوکی نکن کار. شوخی چیه مردمون، قره کشی رو بردی باید قصهش هم بدی. اون ما و سر هم رو بردیم، ما دیگه نمیشه. قره کشی و خانومم برده، به من ربط این نداره. مگه شما و خانومت داری آخه؟ من و خانومم نداشتیم، الان سه ماه طلاق گرفته رفته. من یک قرون از اون 20 میلیون ندیدم. خیلی هنر کنم، ماه به ما بتونه مهریهشو بده، پول قرهش خودش میده. خیلی خوب بابا جان، ما که وقتی پول قره رو میدیم که نمیتونیم تعهد عدم جدایی بگیریم. اتفاقا از این به بعد تعهد عدم جدایی هم بگیرید. بله وایسا ببینم چی کجا بری عزیز من. مگه ما مسبب جدایی شما بودیم؟ ای قره کشی باید قصهشو بدی. وقتی از صبح تا شب میشینی پای کامپیوترت بازی میکنی همینه دیگه. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ من نمیدونم این حرفا رو کی بهت گفته، اما من با اینترنت بازی نمیکنم. من فروشگاه اینترنتی دارم، من مدیر اینترنتی هستم، میفهمی؟ خیلی خوب، بله فهمیدم آقای مدیر اینترنت. من نمیخوام بهت بر بخوره که عزیز من. الانم مشکلی پیش نیومده، شما جدا شدی، آدرس همین خانم سابقت که خانومت بوده رو به ما بده، ما بریم از خودش قصهشو بگیریم. اون زننگتر از این حرفاست، آدرس نداره. یعنی چه آدرس نداره؟ پس قصه مهرشو با کفتر براش میفرستی؟ خواهم آدرسی که قصه مهرشو میدی به ما هم بده، ما بریم بگیریم دیگه. من میریزم به شماره حساب اینترنتیش آقا. من کی آقا نوسنن، با تو دعوا ندارم عزیز من. منم دعوا ندارم. بلکن بزن من برم. نه باشه، منم دعوا ندارم. ببینین هر ماه یه بنده خدای این قره کشی رو میبره میزنه به زخم زندگیش. الان دم عیده، افتاده به وجهت خانوم، هیچ کس و کاری هم نداره. تو میتونی واقعا قصه اینو ندی؟ دلت می... سرتاشو سرتاشو سلام علیکم. سرتاشو 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 چی شده؟ چون یه آدم در میونه، اینا رو بزن پایین. چی شده آخه؟ نزد اینو نزد. آقا الماس که نیست که جون یه آدم در میونه. چی شده عزیز من؟ چی شده آدم؟ چی شده؟ بهتر خانم مثل که سکته کرده. آمبولانس هم گفتم بیار، خودم هم زودتر میرم برکه کاری از دستم بر بیاد. به تو ماسارا به تو نصرت مراقبه این ماجا. برو دفاعش نکنه، مراقبه اولاد. برو جواب و سبد منو گذاشتی یه جای درست حسابی. رحمتش میکنه. سبد و جوابی منو گذاشتی یه جای درست حسابی. آن گذاشتی. گذاشتی کجا؟ تو عیاد گذاشتی. کسی هست در ماسکنه؟ کسی هست. خدافظ. بفرم رفت. قرعه کشی دم عید داشت پیچیده و پیچیده تر میشه. بهجت خانم مرد نصد. بند خدا حتی فرصت نکرد ذوق برنده شدنش. No, 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 no.